اصلا هر کاری میکنم اصلا انگار که علاق دو نفشم. آخی فس تو نیست جبون؟ حرف ننم بود که ما خدا هیچ کس رو بی ننه نکنه بی مادر. سریال خاطرانگیز آرایشگاه زیبا به کارگردانی مرضیه برومند که سال 1369 از صدا و سیما پخش شد. اما این روزها آرایشگاه زیبا و چند سریال قدیمی دیگه مثل رستوران خانگی، تولدی دیگر، خانه پدری و دلنوازان مجدداً باز پخش میشه. خدایا من کجا میرم؟ کجای جاده دلتنگه؟ روزنامه بانی فیلم دلیل بازپخش سریال‌های قدیمی را مشکلات اقتصادی سازمان صدا و سیما اعلام کرده. بانی فیلم نوشته افزایش قیمت دلار روند ساخت سریال‌ها را کند و یا متوقف کرده، در حالی که بعضی از سازندگان سریال‌ها هنوز از صدا و سیما طلب مالی دارند. سریال‌های قدیمی پیش از این هم در ساعت‌های کم بازدید تلویزیون پخش می‌شد، اما بازپخش این سریال‌ها به شکل گسترده دستوری که هفته پیش زرقامی رئیس صدا و سیما در نشست افق رسانه ملی داده. علی اصغر پورمحمدی مدیر برکنار شده شبکه سوم سیما در انتقاد به عملکرد صدا و سیما گفته عزت الله زرقامی 2 سال است که تلویزیون را به حال خودش رها کرده. ما شما اصلاح طلب میگیم اون بخش از اصلاح طلبان که دلسوز نظام هستن تو تلویزیون میان صحبتام میکنن. این مدیر محبوب در بین برنامه سازان صدا و سیما در انتقاد به عملکرد آقای زرقامی گفته چرا کسی که رئیس حراست یک فروشگاه در شابدالعظیم بوده حالا بر مدیران مسلط است؟ رسانه ها دلیل برکنار شدن آقای پور محمدی را اختلاف او با علی دارابی معاون آقای زرقامی اعلام کردند. بودجه سالانه صدا و سیمای ایران هر ساله در بودجه قانون مشخص میشه و جدا از اون تبلیغات، آگهی، دریافت هزینه آبونمان از مشترکان برق و عوارض توسعه از فروش دستگاه‌های تلویزیون راه‌های دیگه درآمد صدا و سیما هستند. اما با این وجود در گزارش گردش مالی صدا و سیما در سال 90 689 میلیارد تومان ضرر گزارش شد. امسال هم صدا و سیما 993 میلیارد تومان تقاضای بودجه کرده، یعنی رشد 44% در قیاس با بودجه پارسال. منتقدین محافظه‌کار صدا و سیما در ایران به این کار گفتند جبران زیان صدا و سیما از محل بیت المال. احمد باطبی، صدای آمریکا.